Убайдуллоҳ Раҷабов, ҳунарманди шинохтаи тоҷик, нисфи рӯзи 1 июл дар синни 80 солагӣ даргузашт. Сабаби марги ҳунарпешаи шинохта ҳанӯз расман эълон нашудааст, вале пайвандон ва бархи ҳамкорони ӯ тасдиқ карданд, ки ҳунарманди шинохта ба COVID-19 гирифтор шуд ва 2-3 рӯзи ахир дар хона бистарӣ буд. ҳунарманд соати 14 дар манзилаш даргузаштааст. ҳамкорони Убайдуллоҳ Раҷабов ва намояндагони мақомот барои видо бо ҳунарманди шинохта ба манзили ӯ омадаанд. برای من شخصا برای من رفتن یکی عبیدالله رجب همچنین یک کنده شدن یک پاره کوهی بلند است، پاره بزرگی کوهی بلند. بهترین رول فاجعه فقط تنها یکی عبیدالله باز کرده میتونه. اینقدر امپلیتود کلان داشتن یکی عبیدالله، اینقدر اروژیسیز عالی داشتن، اینقدر اریستاکراتی صحنه بودن، میدونید از این جهت برای من خیلی تلفات بزرگ است. برابری او استاد، رفتنی استاد لغزاده، برابری رفتنی استاد جلال اکرامی، برابری رفتنی لایق از این ملت. سالهای 80 و 90 عصر گذشته اوج شهرت عبیدالله رجبوف بود. صحنه های هجوی او بیننده های بشمار داشتند. ارتی قادیروف، هنرمند شناخته تاجیکی که با عبیدالله رجبوف همکاری داشت و او را استاد خود میداند، مرگ او را با درد قبول کرده است. استاد همچون با من هنری برندگی و به صحنه برآمدن و همین گویا که یک اولین استاد من در صحنه بعد همین یک سببی واخوری ما شد. و بعد این وقتی که من به تئاتر لاهوتی به کار آمدم، یعنی باز استاد تصمیم گرفتن که تئاتر در تئاتر شاید که تئاتر آینه ای که تاسیس یافته بود هنوز، اولی سالهای 80 در تئاتر لاهوتی تاسیس یافت. ما 3 نفر، من، عبیدالله رجب و استاد سید مراد مردانوف، تمام گوشه و کنارهای جمهوری را غیر از ملا گشتیم. در سال 1991 با امضای شهرداری پیشین دوشنبه، مقصود اکراموف تئاتر نمونوی آینه را تاسیس داد که یک مکتب بزرگ صنعت تئاتر است و ده ها شاگردان با لیاقت را در حلقه خود تربیت کرد. عبیدالله رجب نه که در آوان جوانی، حتی در نمی سن سالای آخر تا همه روزای نزدیک همو در تلویزیون یک جا برآمد کردیم، در اطراف همون سپکتکل زنی آهنی صحبت داشتیم، شوخی کردیم، خندیدیم و در قیافه روی اونا مومن یکون درد و یکون بیماری احساس نمی شود. هفته های اخیر چندین نفر از چهره های نامدار با نشانه های کرونا ویروس و یا التهاب شش درگذشتند. وزارت تندرستی تاجیکستان درگذشت آنها را با COVID-19 پیوند نمی دهد. مراسم جنازه هنرمند معروف عصر امروز در مسجد مرکزی دوشنبه برگزار شد و او را در آرامگاه لوچاب به خاک سپردند.